سلام شنوندگان عزیز، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی عیسی مسیح به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست: ما مسیحیان باید حامل نور به تاریکی زندگی دیگران باشیم. ما مسیحیان باید حامل نور به تاریکی زندگی دیگران باشیم. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه در دوم قرنتیان فصل 4 آیات 1-6 هستند. ابتدا با همین آیات را مرور می‌کنیم و سپس به شناخت درسایی که این قسمت از کلام خدا برای ما داره می‌پردازم. عنوان آیات این قسمت از کلام خدا هست: پیغام ما روشن است و به مردم روشنایی می بخشد. عزیزان، پولس رسول که نویسنده این قسمت از کلام خدا هست می فرماید: پس ما هرگز از این خدمت مهم دست نخواهیم کشید، زیرا خداست که از سر لطف ما را به چنین خدمتی گمارده تا پیغام انجیل را به مردم برسانیم. ما سعی نداریم با حیله و نیرنگ مردم را به سوی مسیح هدایت کنیم. ما نمی‌خواهیم کسی را فریب دهیم. هیچگاه سعی نمی کنیم کسی را وادار نماییم که به تعالیمی که بر خلاف کتاب مقدس است ایمان آورد. ما هرگز به چنین روش های شرماوری متوسل نمی شویم، بلکه خدا شاهد است که جز حقیقت و راستی چیز دیگری را اعلام نمی نماییم و امیدواریم که از این راه تأثیر نیکویی بر مردم بگذاریم. اما اگر پیغام نجاتی که اعلام می کنیم مبهم است و درک آن دشوار می باشد، فقط برای آنانی چنین است که به سوی هلاکت می روند. شیطان که حاکم این دنیای پر از گناه است، چشمان این اشخاص بی ایمان را بسته است تا نتوانند نور پرجلال انجیل را ببینند و معنی پیغام ما را درباره جلال مسیح که چهره قابل رؤیت خدای نادیده است درک کنند. پیغام و وعظ ما نیز هیچگاه در تعریف از خود ما نبوده است، بلکه در موعظه های ما فقط به عیسی مسیح اشاره کرده ایم و او را به عنوان خداوند معرفی نموده ایم. تنها چیزی که درباره خودمان میگوییم این است که ما به خاطر فداکاری که مسیح بر روی صلیب کرد خدمتگزاران شما هستیم، زیرا همان خدایی که فرمود نور از میان تاریکی بدرخشد، نور خود را در دلهای ما نیز تابید تا درک کنیم که از نور پرجلال اوست که از چهره عیسی مسیح می درخشد. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربان، از تو درخواست می‌کنیم تا در درک صحیح از آنچه که تو امروز می‌خواهی به ما تعلیم دهی کمکمان کنی. در نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنیم. آمین. دوست خوب من، به نور و تاریکی و نحوه تأثیر آنها بر توانایی دیدن شما کمی فکر کنید. وقتی در تاریکی هستیم، ما هیچ ادراک صحیح از اطرافمون و یا شجاعتی برای حرکت به جلو را نداریم. اما وقتی در روشنایی هستیم، همه چیز برامون آشکار و مشهوده. به معنای واقعی، این دیدگاه در قلمرو روحانی نیز صدق می کنه.
انسان‌هایی که در تاریکی روحانی زندگی می‌کنند نمی‌تونن واقعیت‌های خداوند را درک کنند. خوشبختانه خداوند این توانایی را داره تا به ما کمک کنه حقیقت را تشخیص بدیم. عزیزان، خداوند و یگان منجی بشریت عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 12 می فرماید: من نور جهان هستم، هر که مرا پیروی کند در تاریکی نخواهد ماند، زیرا نور حیات بخش راهش را روشن می کند. آمین. عزیزان، به همین دلیل که عبارت نور پرجلال انجیل مسیح توصیف کامل پیام نجات برای بشریت هست. در دوم قرنتیان فصل 4 و آیه 4 اینطور خواندیم که شیطان که حاکم این دنیای پر از گناه است، چشمان این اشخاص بی ایمان را بسته است تا نتوانند نور پرجلال انجیل را ببینند و معنای پیغام ما را درباره جلال مسیح که چهره قابل رؤیت خدای نادیده است درک کنند. آمین. دوست خوب من، این خبر بسیار خوبی هست که میتونه شخص را از تاریکی روحانی به روشنایی منتقل کنه. کلام خدا در کلسیان فصل 1 آیات 12 تا 14 این نکته بسیار مهم را اینطور به ما یاد میده. در کلام خدا در کلسیان فصل 1 آیات 12 تا 14 میخوانیم که: و همواره پدر آسمانی را سپاس گویید که ما را شایسته آن ساخت تا در برکات و امتیازات آنانی که در عالم نور زندگی می کنند شریک شویم. او ما را از دنیای تاریک شیطان نجات داد و به ملکوت فرزند عزیزش منتقل ساخت، همان فرزندی که ما را به قیمت خون خود آزاد کرد و گناهانمان را بخشید. آمین. عزیزان، کلام خدا همچنین در افسسیان فصل 5 آیه 8 به ما اینطور تعلیم میده که کسانی که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود ایمان آورده اند اکنون فرزندان نور هستند. این آیه می‌فرماید: درست است که زمانی قلب شما نیز سیاه و پر از ظلمت بود، اما حالا پر از نور خداوند است، پس رفتارتان باید این تغییر را نشان دهد. آمین. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرمایید. خداوند پدر آسمانی ما، ایمانداران به عیسی مسیح، هر یک از ما فرزندان خانواده الهی خودش را فرا خوانده تا نور مژده نجات انجیل را به دنیای تاریک بی ایمان ببریم که نمیتونه ببینه. بنابراین بسیار مهمه که روش زندگی روزانه ما ایمانداران به عیسی مسیح از تاریکی اطرافمون متمایز باشه. عزیزان، در پایان این تعلیم اجازه بدید تا از شما سوالی بپرسم. سوال من اینه که آیا شما در ملاقات‌های روزانه خودتان با دیگران حامل نوری هستید که راه را به سوی شناخت عیسی مسیح برای دیگران روشن می‌کنه؟ بیایید تا از این لحظه به بعد همیشه به یاد داشته باشیم که اعلام مژده نجات انجیل میتونه نور را به تاریکی زندگی یک فرد بیاره. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا که امروز درس تازه‌ای از کلامت به من یاد دادی.
خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا که نه تنها گناهان من را در ایمانم به عیسی مسیح بخشیده ای، بلکه به خدمت برای بشارت مژده انجیلت به دیگران فرا خوانده ای. خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم، زیرا که تو نور جهان هستی و هر که تو را پیروی کند در تاریکی نخواهد ماند، بلکه نور حیات بخش تو راهش را روشن می کند. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا در ایمانم به عیسی مسیح تو مرا در امتیازات و برکات الهی خودت شریک ساخته ای. خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم، زیرا که به قیمت خون خود مرا از تاریکی نجات دادی و گناهانم را بخشیدی. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا که در ایمانم به عیسی مسیح حال من را فرزند نور می دانی. خداوند به من کمک کن تا هرگز فراموش نکنم که زندگی من به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح باید حامل نور الهی تو به تاریکی زندگی دیگران باشد. خداوند به من کمک کن تا هرگز از این خدمت حیاتی برای تو دست نکشم. خداوند به من کمک کن تا هر روزه در نور الهی تو زندگی کنم و منعکس کننده وفاداری از آن نور تو به دیگران باشم. خداوند به من کمک کن تا روش زندگی هر روزه من نور مژده نجات انجیل تو را به زندگی تاریک دیگران بتاباند. خداوند به من کمک کن تا روش زندگی هر روزه من حامل نوری باشد که راه شناخت عیسی مسیح را برای دیگران روشن می نماید. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین. زندگی تنها بود این فکر قوی
نیست.